زبان برنامه نویسی سی در دهه 1970 توسط دکتر کارنیهان و دکتر ریچی توسعه یافت که در ساخت سیستم عامل یونیکس دست داشتند. این زبان بر اساس زبان بی هست که حرف اول شرکت به لبز هست که اونها توش کار میکردن. سی یک زبان سطح میانی در نظر گرفته میشه هم ویژگی های زبان های برنامه نویسی سطح پایین رو داره و هم سطح بالا یک زبان رویه یا پروسیجراله و شیگران نیست و به عنوان یک روش بهتر برای نوشتن کد ماشین سطح پایین تولید شده که سریع اجرا میشن اما توسعهشون طول میکشه این برنامه استاندارد هلو در زبان اسمبلی و سی هست هر دو برنامه کار مشابهی انجام میدن زبان سی ممکن رمزآلود باشه اما میبینید که چقدر نسبت به کد اسمبلی قدیمی پیشرفت کرده سی هم مثل هر زبان دیگه ای دارای دایره لغات و دستور و قوانین مختلفیه دایره لغات شامل کلمات کلیدی عملگرها نوعهای داده اکسپرشنها و توابع هست کلمات کلیدی استفاده شده در in code, int, و و این کد اینت کر و وایل و ریترن هستند اینها کلمات کلیدی هستند عملگرها شامل علامت مساوی در خط 5 علامت نابرابری در خط 9 و عملگر افزایشی در خط دوازده هستند. اکسپرشن ها یکی در خط پنجم هست که این اکسپرشن انتصاب یا تخصیص هست خط هشتم هم انتصاب هست خط نهم یک اکسپرشن مقایسه ای رو نشون میده و دو تا تابع این کد تابع مین و همچنین تابعه پوت کرد در خط یازده هستند اینها سی و دو تا کلمات کلیدی زبان سی هستند که بعضیاشون به ندرت استفاده میشن و نیازی نیست همشون رو به خاطر بسپارید همونطور که در فایل تمرینی قبلی دیدید تمام برنامه ها نیاز به همه این کلمات کلیدی ندارن و کتاب خونه سی شامل صدها تا هست اما اونها بسته به هدفی که برنامه داره نیاز به استفاده شدن دارن. قاعده دستوری یا سینتکس زبان سی نحوه در کنار هم قرار گرفتن همه اینها رو توصیف میکنه با اینکه این, که این کد ممکنه بی و در هم به نظر برسه اما اینطور نیست قوانین زبان سی توصیف میکنند که چه چیزی با چه ترتیبی رخ بده و به حفظ انسجام در زبان کمک میکنند به طور خلاصه زبان سی مثل هر زبانی دارای دایره لغات، قواعد و قوانینی هست وقتی کد نویسی رو یاد بگیرید با بخش های مختلف زبان و طرز کارشون مواجه میشید نوشتن کد بهترین راه برای یادگیری بخش ها و قسمت های مختلف زبان سی هست